به نام خدا و با سلام و درود به بینندگان عزیزمون در سرتاسر جهان، ایرانیان، فارسی زبانان، رزمندگان بدون مرز، هر جا که هستید انشالله که شاد و سلامت باشید. خب ما میخوایم در این برنامه به غزه بپردازیم و خب موضوع اینه که ببینیم ایران، چین و روسیه در غزه چیکار میکنن، اجماع این سه کشور و چیکار میتونیم بکنیم با روسیه و چین. الان میشنویم میبینیم که جنایت های صهیونیست ها ادامه داره، تهدید های توخالیشون که ورود میکنن به غزه، خیانت های تشکیلات خودگردون که کماکان بوده و هنوزم هست. یعنی من خودم تعجب میکنم چرا کرانه باختری اینا هیچ بخاری ازشون بلند نمیشه به اون صورت، چیزی که حالا من بگم خداشون شاید زیاد فعال نیستن، یه بخشی از اینا مثل اصلاح طلبای ما، اونا هم در واقع خائن زیاد دارن. این چیزایی هستش که من میبینم و امیدوارم از یه طرف فکر میکنم که خود اونا باید پاشن بر علیه اینا قیام کنن، چون چیزی رو که اگر یه محور مقاومت یا مقاومت بیاد کمکشون بکنه، همه کاری رو براشون بکنه، که البته نمیخوام بگم اینطوریه، خب قدر آزادیشون رو نخواهند دونست، باید برای چیزای خوب همیشه باید هزینه کنیم. آقای دکتر به شما خوش آمد میگم و حالا ایران، روسیه و چین در غزه چیکار میخواییم بکنیم؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام عرض بکنم خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز. امیدوارم که هر جا هستین دعا کنید و چون میدونین خداوند اینجور مقرر کرده که هر اتفاقی که در این دنیا قرار بیفته باید یک نفسی اون از خدا درخواست کنه. حتی خلقت بهشت و جهنم هم درخواست یک نفس بوده، یعنی خدا اینجوری بر خودش فرض کرده که رویدادهای در عالم باید ابتداعا از اراده خود اون نباشد. حالا کاری به اون مبانی تشریحیش نداریم که هر چیزی در عالم ابتداعا اراده یا خواست خداست، من از نظر تکوینی، از نظر تشریحی میگم. و جایگاه دعا همینه، یعنی تا ما از خدا نخواهیم که به داده مردم غزه برسه، خدا هم همچین کاری نمیکنه. و این دعاها باید به یه حدی برسه که خدا رو به حرکت واداره. برای همین دعا رو فراموش نکنین، دعا واقعا مؤثره و یه نفس سلیم خالص اینجا باید دعا کنه و باقی پشت سرش آمین بگن. انرژی خوب باید پخش کنیم آقای دکتر. بله بله. ببینین در مورد جایگاه روسیه و چین و حالا کشورهای تاثیرگذار در جهان، این داستان دو تا نقل قول هست. ببینین کلا در دنیای سیاست یا در واقع رسانه کردن سیاست دو تا رویکرد هست. یا ما میایم یه موضوع آنالیز میکنیم، آنالیز اون موقعیه که ما داده های کاملی داریم، داده به اندازه کافی داریم و به داده ها مطمئنیم. خب میایم آنالیز میکنیم آقا این اتفاق میفته. ما برای داستان ایران و غزه محور مقاومت میتونیم آنالیز کنیم چون داده زیاده، ولی برای چین و روسیه ما فقط میتونیم حدس و گمان بزنیم. اون به قول خارجی ها میگن اسپیکولیشن یا در واقع حدس و گمان. یعنی در واقع این چیزی که من در مورد ارتباط چین و روسیه میخوام بگم یه عمدش یه اسپیکولیشنه، یا در واقع بله یه حدس و گمانه، آنالیز نیست. چون به هر حال ما داده چندان نداریم، اونها تقریبا سکوت کردن، گاهی وقتا یه بیانیه هایی میدن ولی میتونیم ببینیم که نفع اینها چیه. به معنای واقعی برنده واقعی، یعنی حالا نگیم برنده، کسی که تا حالا بیشترین سود را از داستان درگیری غزه برده واقعا روسیه هست. بعد از اینکه این اتفاق در هفته اکتبر برای
اسرائیل پیش اومد و این شکست فاحش امنیتی و نظامی رخ داد و به هر حال اون دستگاه دیپلماسی صهیونیستی متوجه این شکاف عظیم شدن و هرچی هم جلوتر میریم این شکاف یا این در واقع این نقصان و این شکست فاحش روی بیشتری نشون میده. تمام توجهات از اوکراین به طور ناگهانی متوجه اسرائیل شد، تمام سلاحهایی که قرار بود برای اوکراین فرستاده بشه، همینجور که میبینیم با حدود 47-8 هواپیمای بزرگ که حالا بیشتر شده، احتمالا بالای 50 شده، به صورت خط مستقیم وارد تلاوی و روسیه شد. تمام کارشناسان، تمام توجه، تمام ناوگان های حالا نگیم توان، تمام ناوگان، عمده ناوگان های دریایی آمریکا متوجه این ناحیه شدن. سیاست مدار همینجور که میبینید بایدن که سالها اصلا با نتانیاهو قهر بود و حتی حاضر نبود، حالا قهر که نگیم، این تیره بود، حتی حاضر نبود تلفن هاش جواب بده و این چند سال اخیر بیش از 2-3 بار، حالا حد اکثر نگاه 4 بار تماس تلفنی داشتن. بله بلند میشد و میاد در واقع تلاویب. این اوج شکست و نیاز به توجه دیگران و احیای روحیه اسرائیلی ها را نشون میده. نخست وزیر در واقع انگلستان اومد، ماکرون هم گفته که اون هم میخواد بیاد و اینها نشون میده که چه فاجعه ای یا در واقع چه خلایی توی اسرائیل پیش اومده و تمام توجهات از اسرائیل دوم که هم اوکراین بود. حالا ما تو برنامه های قبل دوستانی که گوش کردن دلایل و مستنداتمون رو گفتیم که اصلا داستان اوکراین اینجا قرار بود یه اسرائیل دومی تشکیل بشه و تمام این وقایع و این خون ریزی ها و قتل عامی که الان تو اوکراین هست زیر سر همین اسرائیلی ها هست و اصلا برنامه ریزان اصلی این داستان در اوکراین خود اسرائیلی ها بودن که بعد از اون رابطه پوتین با اسرائیل هم یا در واقع روسیه با پوتین هم مقداری بد شد. پس فعلا کسی که بیشترین سود را از داستان غزه و این جنایات اسرائیل برده روسیه هست. تمام توجهات به اون طرف رفته. الان حجم سلاحی که به اوکراین میره تقریبا صفر، هیچ اقدام نظامی اونجا نمیشه و حتی بعضی از شواهد و قرائن نشون میده که روسیه داره یک پیشروی خیلی آهسته و مداوم به مرکز یا داخل مناطق سرزمینی اوکراین داره انجام میده و اگر این جنگ به همین شکل ادامه پیدا کنه روسیه منفعت خیلی خیلی فراوانی در این مورد میبره. این که حالا روسیه در مقابل غزه چه یا در واقع جنایات غزه و اون کاری که اسرائیل کرده چه موضع گرفته، خب دیدی که چند تا موضع خیلی ساده و در حد گفتار حداقل. حالا گرچه که بازم یه اسپکولیشن ها یا حدس و گمان های هست که بعضی میگن حتی یه قسمتی از آموزش نیروهای حماس رو شوروی، همین روسیه، نیروهای واگنرش به عهده گرفته و سلاح‌های خیلی زیاد و پیشرفته ای که از طرف روسیه به ایران داده شده که به غزه برسد. الان فیلمی دیدم از مبارزین غزه که پیشرفته ترین موشک های ضد زرهی که غربی ها در اختیار جنگجویان اوکراین گذاشته بودن، اینها به دست رزمندگان غزه رسیده که میتونه توی مبادلات یا در آینده جنگ، آینده جنگ احتمالاً حالا اونم خودش داستانه که چرا نتانیاهو یا اسرائیل جنگ زمینی شروع نمیکنه که همش برمیگرده به ترس و دودلی و وحشتی که از اون چیزی که در انتظارشونه و نمیدونن هست. حالا گرچه بهانه میره، به هر حال یه حجم خوبی از سلاحهای و موشکهای ضد زره پیشرفته در اختیار
رزمندگان غزه قرار گرفته که به احتمال زیاد اینها سلاحهایی که روسیه اینها را به دست آورده غنیمت گرفته و اینها را در اختیار رزمندگان قرار داده. حسن این سلاحهای ضد زره یا موشکهای ضد زره که در اختیار حماس قرار گرفته این هست که اینها در واقع بزن و فراموش کن هست، احتیاج به اون پایه و استیل و استرکچر اولیه برای پرتاب نداره. موشکای مثل تاب یا همین دهلابیه یا کورنت اینها اول تو باید یه سکویی بذاری که خب این فرایند نصب سکو و اینا خودش زمان بره و زود شناسایی میشه و حمل و نقلش سخته. موشکایی که الان در اختیار حماس قرار گرفته موشکای دوش پرتاب هست که شما وقتی که زدی اصلا از اون ناحیه به سرعت فرار میکنی، اول که به اون ناحیه زود میتونی برسی، ناحیه شلیک چون هیچ و زود شلیک کنی و فرار کنی چون احتیاج به هیچ نصب استرکچر و پایه نداره. موشکای مثل جاویلین و اینجور اقسام از موشک ها جدا از این که دوش پرتاب هستن و بزن و فراموش کن هستن، حالا اون تکنولوژی پیشرفته که از بالا به تانک برخورد میکنن و تانک ها منحدر میکنن بماند. حالا اینه که به هر حال روسیه خیلی نفع میبره، هرچه این جنگ طولانی تر باشه بهتره. ناوگان دریایش اخطار داده به ناوگان ناتو که شما در تیرس موشک های ما هستید، میدونید که دریای مدیترانه به یه نحوی از اون طرف متصل به هر حال دریای سیاه و این مناطق و اینها محل نفوذ و قدرت روسیه هست و به هر حال اون ناوگان مدیترانه شرقی روسیه هم اخطار داده که اگر اینجا درگیری واقعی شکل بگیره ممکنه ما هم دخالت کنیم. حالا این نقش روسیه، چین که دیگه میدونیم که چین خیلی زد و بند با صهیونیستا داره، چینیا میدونن که اقتصاد جهان تجارت در جهان دست صهیونیستا است و خیلی با صهیونیستا تو همه زمین ها به هر حال همکاری غیر مستقیم دارن، ولی علل حساب شدت جنایات صهیونیستا در غزه به حدی بوده که چین هم یک در واقع محکومیت ضمنی کرده بدون اینکه اسرائیل محکوم کنه، از جملات و کلماتی استفاده کرده که ناخشنودی خودش از اتفاقاتی که در غزه میفته بیان کنه که به هر حال اینها اسرائیل ناراحت کرده. میدونی که چین یه سرمایه گذاری تو کشورهای عربی کرده، مثلا توی عربستان فقط توی ساخت و سازش 56 میلیارد سرمایه گذاری کرده یا در امارات در ساخت و سازش چیزی حدودی 41 میلیارد سرمایه گذاری کرده. خب این حجم عظیم سرمایه گذاری اگر بخواد بره طرف اسرائیل و یک طرفداری از اسرائیل بکنه، اون جای پایی که به هر حال توی خاورمیانه برای خودش ایجاد کرده از بین میره. خب چین به خوبی میدونه که خاورمیانه یا آینده خاورمیانه هست که اسرائیل درش جایگاهی نیست، جایگاهی نداره، ولی به هر حال متوجه قدرت بالای صهیونیست ها در داستان تجارت و اقتصاد جهانی هم هست. این از این. ایران ببینین میگن چرا مثلا ایران دخالت نمی کنه و مثلا یه 10,000 تا موشک نمیزنه حیفا و مثلا تلاویو صاف کنه. اینها معمولا تحلیل های خیلی بدشگانه و احساساتی و ساده هست. بارها گفتم اسرائیل از خداش هست که مثلا توی برهه یه هفته ایران مثلا هزاران موشک بزنه حتی تمام خونه های تلاویو حیفا صاف بشه ولی جنگ تموم بشه، بعد از اون دیگه جنگ تموم بشه، چون اصلا اون نگران نیست، اون هر چه خرابی به بار بیاد 10 برابرش از اروپا و آمریکا خواهد گرفت، مطمئن باشین خواهد گرفت. اون داستان حمله صدام بود به اسرائیل که چند تا موشک زد، شما نمیدونم یادتون هست توی اون جنگ خلیج و همون چند تا موشکی که توی اسرائیل خورد
بالای صدها میلیارد دلار اسرائیل تونست با اون تبلیغات گسترده و ایجاد یک چهره مظلوم از خودش که مورد هجوم قرار گرفت، سپران از مؤسسات خیریه، از سیاستمداران تمام جهان جذب کنه. برای همین داستان این هست که جنگی که باید ما داشته باشیم یک جنگی هست فرسایش. الان بعضی هم میگن آقا شما دلتون برای کودکان غزه نمیسوزه، چرا به خدا میسوزه؟ اما اینه به شما میگم، اتفاقی که در غزه افتاده و بی آبرویی و بی حیثیتی که اتفاقاتی که توی غزه، این خون این کودکان، این پیکرهای متلاشی کودکان در غزه کرده، چنان ضربه‌ای به حیثیت و نفوذ اسرائیل زده که اگر ما صدها لشکر هم وارد میکردیم و ده ها هزار نفر از اسرائیلی ها رو میکشتیم، این وچرا در دنیا نداشت. یعنی این خون این کودکان مظلوم غزه، این ظلمی که در غزه داره اتفاق میفته، اصلا جهان را به یک شورش، به یک رستاخیز جدید، به یک نیاز، به یک منجی جدید نشونه و این خیلی 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 مهمه. همینجور که بازم تو نوارهای قبلی خانم زمانی من با شما کار کردم و صحبت کردم، گفتم خدمتی که داعش به شیعه کرد هیچ گروهی نکرد. یعنی اگر حوزه های علمیه ما هزاران سال کار میکردن، نیروهای تبلیغاتی ما هزاران سال کار میکردن، این خدمتی که داعش به شیعه کرد و این چهره کریه افراطیگری سلفیه نشون داد و حقانیت شیعه نشون داد و نشون داد که شیعه است که منجی جهانه، اون که واقعا به معنای واقعی طرفدار بشریت، واقعا طرفدار اهل سنت، جان ما فدای اهل سنت، اهل سنت جانش رو فدای ما، و اصلا ما دوگانگی بین هم نداریم. این چیزایی که برای تفرقه میگن اینا کارهای انگلیس و اسرائیل است. همین کما اینکه الان شما تو این جنگ غزه را می‌بینیم، دوباره این داستان تفرقه بین شیعه و سنی که آقا نمیدونم فلسطینیا سنی ان، نم اینا شما شیعه، اینا با هم زدن، اینا صدام رو دوست دارن، اینا فلانه، اینا بالا رفته به همین خاطره. حالا اینا داشته باشین، اتفاقی که در غزه افتاد اگر خانم زمانی اینقدر مهمه، اینقدر خون اینها پربها بود، اینقدر آثار خون اینها شگرف، کسی که جامعه رو بشناسد، عمق جامعه رو بشناسد، پدیده ها و بروز شدن یا تطور جامعه را درک کند و این تغییر جامعه را درک کنه، میفهمه که چه اتفاق عظیمی در جهان داره میفته. الان شما ببینین داخل نیویورک تظاهرات میلیونی میشه، اصلا این یه چیز عجیبه، این یکی را تظاهرات میلیونی میشه که سرود تو اسپانیا سرود سلام بر مهدی میذارن. آقا این خیلی حرفه. ما یه روزی میگفتیم آقا ما واشنگتن را کاخ سفید حسینیه میکنیم، چردیم دیگه واقعا، مگر الان آمریکا حسینیه نشده؟ ببینین پریزم، غیر از خون این کودکان مظلوم غزه این کار کرد. والله اگر ما هزاران لشکر میبردیم، هزاران موشک رو سر اسرائیل میریختیم، همچین اثری نداشت. جهان بر علیه صهیونیست برخاست و الان جهان فقط تنها منجیش ایران میدونه و شیعه میدونه. الان جوانان مصری که میدونید مصری از نهله فکریشون اخوانیه به شدت با شیعیان بدن، خیلی بدن. با همه احوال میبینید جوانای مصری متوجه شدن اون کسی که میتونه یه کاری کنه به دادش بسن برسه سید حسن نصرالله که در واقع یعنی هم یکی از بازوهای اجرایی ایران هست. میبینید تو شعاراشون بلند میشن درخواست میکنن که سید حسن تو یه کاری بکن. چرا از بن سلمان نمیخوان؟ الان ثروت و هواپیما و امکانات بن سلمان که خیلی بیشتر، چرا از بن زاید نمیخوان؟ چرا از سران کویت نمیخوان؟ چرا از سیسی، از خود سران مصر؟ همین که متوجه شدن آقا داستان چیه، اینا تو پازل اسرائیل دارن حرکت میکنن و اون کسی که واقعا رو در رو اسرائیل وایساده کیه،
این چند چیزی نیست خانم زمان، این یعنی مقدمه ظهور، یعنی تقریبا جهان آماده ظهور منجی آخر از زمان، همون که شیعه است، همون که فهمیدن شیعه حقانیت، اون کسی که حرف درست میزنه شیعه است. اینو شما اگر هزاران ماهواره ایجاد میکردین، هزاران رادیو تلویزیون ایجاد میکردین، به این دسترسی نمیتونستین پیدا کنین. این به خاطر همین این جریاناتی که در غزه هست باید همین جور ادامه پیدا. ما متاسفیم والله که اگه خون از یه دماغ یه کسی بخواد، ولی این درد زایمان ظهوره، این چیز، این هزینه که باید پرداخته بشه آقا، این خونی باید ریخته بشه که جهان بیدار شد، جهان به پاخیزه بر علیه ظلم. و این آثار شگرفی داره، شما ببینید اینا هزار تا زحمت کشتن که این تو این داستان زن زندگی آزادی و اینا، یه چند تا مخالف تو کشورهای اروپایی بر علیه ایران گرد هم بیارن، فقط مثلا یه سری همجنس باز، یه سری ابنه ای و یه سری ببخشید باسن باز و اینا رو جمع کنن که اینا هم پول اینا خواهر نداشتن. ولی شما ببینید الان با اینکه توی فرانسه اینقدر مجازات سنگین برای طرفداری از فلسطین هست، تظاهرات 100 هزار نفره کجای دنیا نیست، اصلا جایی که اصلا ما انتظار نداشتیم تظاهرات بشه بر علیه آقای دکتر، تو صهیونیست‌ها. در کوپنهاگ یه مجسمه بهش میگن لیتل مرمید، همون پری دریایی که سمبل کشور دانمارک، نمیدونم دیدین اون مجسمه رو یا نه، اینو رفتن بله. یه چفیه بستن دور گردنش، چیز بوده، تظاهرات خب بودش این برای چند چیزیه من. همایش برای فلسطینی ها. خب به دختر برادرم عکسشو برام فرستاد، رفتن چفیه گردنش کردن، خیلی بامزه بود. الان عکسشو یادم رفت بیارم پیش برنامه. کجای دنیا هست که تظاهرات نشد؟ ببینید این به این قطعنامه هایی که حالا یه دوره یکیشا برزیل پیشنهاد کرد، یه سریشا چین و روسیه پیشنهاد کرد، ولی آمریکا اومد به تو کرد، جهان به پا خواسته. چون تو نواره قبلی هم گفتم الان دست هر نفر یه موبایله، هر کس خودش یه رسانه، هر کس خودش یه استودیو، الان امکاناتی که موبایل های ما دارن از استودیوهای 10 سال پیش خیلی بیشتر، یعنی روی موبایل شما یه امکاناتی، میکس بله صدا هست، میکس درسته، فیلم هست، نمیدونم انتقال فوری آنلاین هست، هزار تا، یعنی امکاناتی که الان یه موبایل ساده دست مردم هست از یه استودیو 10 سال پیش خیلی پیشرفته. هر کس الان خودش یه رسانه است و یه مقدار این خبرها به هر حال به مردم، دست مردم اروپا میرسه، یه مقدارش دست مردم آمریکا. الان من میبینم خیلی اسرائیلیا چشمشون وا شده، خیلی از بلاگرهای رو اسرائیلی میدن میگن آقا ما اون روز تا حالا فریب خوردیم، به ما میگفتن که فلسطینیا ظالمن، حالا ما متوجه شدیم کی ظالمه، حق با کیه. شما فکر نکنین این اتفاق ساده، این مثل زنده شدن آدم هست. از زنده شدن ببین گاهنا انسان مرده رو میشه یه جوری مثلا قلبش رفته برگردونی احیاش، ولی برگردوندن فکر بعضی اصلا غیر ممکنه. کسی که فکرش دیگه شکل گرفته، یه سنی ازش گذاشته، تقریبا مثل زنده کردن یه شخص اگه بخوای فکرش برگردونی، اینقدر سخت. ولی میبینی این خون این کودکان فلسطینی، این بازم تأکید میکنم آقا این حرف منو داشته باشید، اگر ما استعداد چند سپاه وارد اسرائیل میکردیم، اگر تمام شهرهای اسرائیل با موشک صاف میکردیم، خاصیت و کاری که خون این طفلان غزه کرد نداشت، والله اینه میمونه. یعنی هیچ انسانی نیست که یک ذو انسانیت توش باشد و این عکس ها را نبیند و این فیلم ها را نبیند، این وحشت بی نهایت تو چهرهای بچه های فلسطینی نبیند، این تیکه تکه شدن و این که کودک فلسطین دستش را بالا میکند و در سن 2-3 سالگی 3-4 سالگی مثل پیر مردم میگه یا رب به یا رب به یا رب، و یعنی اینقدر خودش را بی پناه میبیند که خدا را خطاب. اینها واقعا تاثیر داره
و به نظر من ما باید صبر کنیم که این داستان برسه، ولی من به شما وعده میدم و به شما اطمینان میدم این بار محور مقاومت دست از سر اسرائیل ور نمیداره و تا نابودیش پیش میره. اینو از من داشته باشید، این جنگ حداقل یک سال دیگه طول میکشه و من گفتم شدت این جنگ موقعی میشه که طبق احادیث داریم به قدری بالا میره که بعضی آرزوی مرگ میکنه. حالا این ابتدای جنگه، بذار خون این کودکان غزه تأثیر خودش داشته باشه. به نظر من ما حالا نباید شروع کنیم، به هر حال مردم غزه دارن قربانی میشن و ما واقعا ناراحتیم، باید فشارها و اخطارها و همه کارا بکنن، ولی الان بزرگترین جنگ با اسرائیل نیست که ما هر کدوم رسانه بشیم، مخصوصا اونایی که به اروپا دسترسی دارن، با گروه های حالا رسانه ای در اروپا دارن، این عکس ها و فیلم ها و این مظلومیت کودکان غزه، این حجم بمبارون، این فیلم هایی که یه بم میزنن 7-8 تا ساختمان با این عظمتی پودر میشه، زن بچه هایی که تکه پاره می، اینا رو نشون بدن، اینها تاثیرش از صدها لشکر و سپاه بیشتره. ولی مطمئن باشین، مطمئن باشین در ازای هر فلسطینی که کشته بشه 10 اسرائیلی کشته خواهد شد. اینو شما خواهید دید در آینده. ما از خونه اینها نمیگذریم، ولی خودمونم نباید یک کاری بکنیم که حالا خون این مظلومات از بین بره. و بهترین کار فعلا اینه که یک کار رسانه یک گسترده، یک تبلیغات گسترده در سطح جهانی انجام بشه و محور مقاومت، شما خاطرتون جمع باش، کاملا برنامه ریزی شده، با نقشه دارن میرن جلو. عجله نباید کرد در فرایندهای نظامی. شما یک اقدام نظامی که دشمن دم که بیکار نیست، یک کارایی میکنه که خیلی خونسام شد، دوباره باید برنامه رو تغییر بدی، مثل یک برنامه شطرنجی که گاهی وقتا شما برای یک حرکت مجبورین خیلی فکر کنی و چند دقیقه بازی نگه داشته میشه. به هر حال شما مطمئن باشین که انتقام از اسرائیل حتمی، انتقام الهی که انتقام الهیه، و اینکه واقعا اسرائیل این بار همه چیزش رو باخت، همه چیزش رو باخت. الان اسرائیل قبلا تو خیلی از کشورها آبرو داشت، خیلی. خب همین شما ببینید تو این داستان جنگ غزه یه 7-8 تا چینی هم کشته شدن. خب یعنی در واقع اینا خیلی تبلیغ کردن که چینا با این چند تا کشته بر علیه غزه کنن، ولی خب این حجم جنایاتی که با این بمبای بزرگ بیمارستان ها بمبارون کرد، چه جنایاتی کرد، اجازه نداد که این اتفاق بیفته. و الان همه مردم جهان، حتی اونهایی که چشماشون بسته بود، الان چشماشون باز شد و فهمیدن داستان چیه. در صورت اونا فکر میکنم خیلی عملیات تحریک کننده انجام میدن که ایران مستقیم درگیر بشه یا محور مقاومت. و اینا همونطور که من دوبار قبلا گفتم، این یهودی های وارداتی برای صهیونیستا ارزشی ندارن. اونا از خداشونه که محور مقاومت بزنه، همه رو درب و داغون کنه که دوباره اینا 100 سال مظلوم نکنن و همون کارهایی رو که عادت داشتن. من فکر میکنم اینطوریه، ولی در هر صورت ایران داره درست پیش میره استراتژیایی که گذاشته. حالا محور مقاومت هم همونطوری که شما میگین گوش به فرمان رهبرمون هستن، یعنی بدون اینکه ایران ازشون بخواد کاری نمیکنن. ولی انشالله که خود کرانه باختری و خود غزه یا واقعا به پاخی زنایه بکنن آرستان. یه مطلبی شما گفتین در مورد کرانه باختری. ببین کرانه باختری واقعا کاری نمیتونن بکنن. ببین چون اون چیزی که کرانه باختری الان داره یه چند تا سلاح ساده است. الان اسرائیلی میان با هواپیما بمبارو میکنن. کرانه باختری دو تا مشکل عمده است. یکی این که واقعا تمام سرانش فاسدن،
بله خود همین محمود عباس، نمیدونم شما میدونی یا نه، این اجدادش اصالتا ایرانیه و اجدادش بهایی هن که آخ آخ مهاجرت آخ میکنن آخ به آخ اسرائیل و این اصلا دشمن فلسطینه، چون بهایی کلا دشمن مردم فلسطینه. بله تمام سران تشکیلات خودگردان کاملا با اسرائیل همکاری میکنه، یعنی آدرس تمام، خب جاسوس هم خیلی داره. ببین چون حجم کارمندای تشکیلات خودگردان کجان تو همون مناطق کرانه باختری دیگه، اینا لاول خود فلسطینی، اینا مثل یک جاسوس عمل میکنن. و جدای از این کرانه باختری الان خیلی کارا میکنه، الان تو حدودا همین کرانه باختری از زمان اتفاقات غزه تا حالا 80 نفر شهید شدن، 80 نفر کمه، ولی واقعا تو زندانن اینا. در نهایت هم یه دو تا اسلحه مسلسله نیمه خودکار دستی دارن، چیز خاصی ندارن، هیچ موشکی، هیچ RPG، هیچ چیزی ندارن، یه کلتیه که اینا واقعا در مقابل زره پوش ها و سلاح های پیشرفته و امکانات اسرائیل هیچ چیزی نیست. و به نظر منم اصلا فعلا نباید کاری کنن، چون با توجه به جو نظامی و جو به قول معروف انتقام گیری که تو صهیونیستا هست، اینا هر کاری بکنن به شدت تلفات میدن و حالا وقتش نیست. باید صبر کنیم یک کم دیگه اسرائیل ضعیف بشه، محورهای دیگه مقاومت بیان مناطق یا امکانات زیربنای نظامی اسرائیل بزنن، پادگاناشا بزنن، پاسگاهاشا بزنن، و اون موقع که به شدت ضعیف شدن اون موقع است که کرانه بله باختری باید قیام. حالا وقت قیام مردم کرانه باختری، اگه این کار رو کنن به شدت تلفات به میدن، چون که تلفات با میدن. بله هواپیما میان. امروز یا دیروز بود نمیدونم خبر خوندم که اینها یه خونه را که حدس میزدن چند تا به قول معروف بچه های طرفدار حماس هستن، اومدن با هواپیما بمیرم بمبارون کردن. این خیلی حرف است، یعنی حتی دیگه از از نمیدونم بچه نیروهای ویژه و موشک های ضد زره و ضد بتون و اینا میان با هواپیما بمبارون. یعنی به هر حال جو اینجوریه و یه ضرب خفقان، یک زندان بزرگ، نمیشد فعلا کار ویژه ای کرد. بله و غزه، ببینید غزه اینقدر امکانات داره که اینها قدرت دخالت ندارن، قدرت دخالت نظامی اینا تنها هنرش نیست که با هواپیما برن بمبارون. کودک الان کشی ببینید کنن. بله 15 روز اینا هی مدام میگن میخوایم به غزه حمله کنیم، یه رو میگن بارون اومد، یه رو میگن روسیه از سلاح هارپ استفاده کرده، نمیدونم فلان کرد، یه رو میگن بایدن گفته که آقا صبر کنین ما تجهیزات بهتون برسونیم، نمیدونم امکانات برسونیم، یه رو میگن که بین خودمون اختلاف هست، هنوز به این نتیجه نرسید. و دلیلش نیست که اینها میدونن اگر پاشون واقعا به شکل اینکه نیروی رو در رو بفرستن، یعنی یک نیروی پیاده نظامی حتی زرهی بفرستن توی غزه، بازنده جنگن. کما اینکه پیرو بود یه به قول معروف تستی زدن و چند تا تانک و بولیزر نفربر وارد غزه شدن که به شدت تلفات دادن و برگشتن. هنوز غزه سلاحهای اصلیش رو نکرده، امکانات اصلیش رو نکرده. و من بعده میدم به شما که شما در آینده به شدت سورپرایز میشین و انگوش به دهن میشین برای اتفاقاتی که قرار برای اسرائیل رخ بده و برای آمریکا. ما هیچ تفاوتی بین آمریکا و اسرائیل قائل نیستیم. اصلا اگر بکشه نبرد به اونجا، ما ناوهای هواپیما بر آمریکا را میزنیم و هیچ شکی نکنیم میزنیم، امکاناتش داریم. الان حزب الله تمام موشک های کروز دریایی که تا برد 2000 کیلومتر هست داره میره، مگر اینکه ناوا و هواپیماهای آمریکا برن 2000 کیلومتر از ساحل لبنان دور بشن که کارسازیشون افت میکنه در میشه. واقع بی خاصیت میشن، بله چون بله
و حالا یا نگیم بی خاصیت، خیلی کم خاصیت میشه. و اخدارایی هم که به کشورهای عربی دادن که حق ندارین فرودگاه هادون و فضا هادون در اختیار آمریکا و روسیه قرار بدین، آمریکا و اسرائیل قرار بدین. و حالا به هر حال داره این داستان محور مقاومت پلن به پلن میره جلو، ولی این دهوه شما بدونین هیچ صلحی نخواهد بود، هیچ آتش بسی نخواهد بود. و اگر خدای نکرده، خدای نکرده همه مردم غزه هم تلف بشن، همه خونه هاشون هم خراب بشه، که این اتفاق نمیفته، مطمئن باشین به زودی شما چیزایی میبینین که یه قلمش این هست که حزب الله به طور حد قسمت الجلیل شمال شرقی، شمال شرقی اسرائیل میخواد بگیره، چون میخواد بسشت به بلندی های جولان. الان بین بلندی های جولان و حزب الله یه چیزی مثل انگشت، مرفس به انگشت الجلیل فاصله هست. قرار است در اولین مرحله جایی که گرفته میشه این هست که این ایشالله. اتفاق میفته، نیروهای سوری از محور مقاومت با حزب الله دست میدن با هم، یعنی تقریبا با هم یکی میشه، الان ارتباطی ندارن و این خب خوب نیست. و حالا اتفاقات خیلی خیلی زیادی قرار بیفته. همین که فقط بدونین این آدم به قول معروف جوجه ها آخر پاییز میشه، آخر میشماریم تلفات کی بیشتر بود، آخر میشماریم که چی از دست داد. و کمان که الان اسرائیل واقعا نابوده، اسرائیل مشروعیت و مقبولیت در بین مردم جهان از دست داد، همه چشماشون وا شد و فهمیدن که این یک حکومت اشغالگر و جنایتکار است. خب خانم زمان زیاد مزاحم بله. وقت در صورت شنوند انشالله که صهیونیزم عربی، صهیونیزم آمریکایی، انشالله که به تیر غیب دچار بشن و تقاص جنایتشون یه بدن. نکته کوچیک بهتون بگم بله. خانم زمانی، الان عملا تمام کشورهای عربی با اسرائیل همکاری میکنن، دقیقاً. از مصر بگیر، از عربستان بگیر، از کویت بگیر، از امارات، حالا یه مقداری حالا قطر بشه. الان اینها اجلاس های مخفیانه با صهیونیست ها برگزار کردن که لو رفته، که حتی اینها بهشون گفتن بابا این حماسه ریشه کن کن، ما تمام هزینه تا میدیم. یعنی الان فقط امارات تقبل کرده که به اسرائیل 8 میلیارد بده، حالا عربستان چقدر نمیدونم. شما مطمئن باشید کاری به این حرف های ظاهری، الان امارات که الان اصلا از غزه و فلسطین حمایت نکرده، حالا مثلا بن سلمان گفت آقا ما مخالف نمیدونم قتل عام و خالی مهاجر نبودن عریضه. نیستیم، ولی اینها پشت پرده از خود اسرائیل یا پس در رو کسی بیدن. دقیقاً آقای دکتر، و 400 حتی میلیون اون هستن که اصرار میکنن آقا چرا حمله نمیکنید زمینی، ما هزینه ها تو میدیم، ما تک تک گلوله ها رو که تو میزنی دو برابر پولشم، برو این حماس، شرف. چون میدونن اگر اسرائیل نابود شد اینا رو هم رفتنی هن. بلا شک، بلا ایشالله. شک. ما روش و کماری نوبت میکنیم. بعدی اینان، ما برای اینا رو هم برنامه داریم. این اینها ترکیه هم همینجور، ترکیه که علنا به حماس علنا گفته که از ترکیه خارج، یه تعدادی از نمایندگان حماس و اینها ظاهرا اسماعیل هنیه نمیدونم تو ترکیه از کجاست، فکر کنم اونم گفته از ترکیه خارج. و عملا داره تدارک میبینه، یا خط تدارکاتی شده برای اسرائیل. و کلا اصلا ببینین واقعا الان فلسطین غیر از شیعیان هیچ کس دیگه را نداره، منظورم شیعیان سیاسی، خب مردم اهل سنت، مردم اهل ترکیه، مردم عربستان، حالا یه تعدادش اینها واقعا با فلسطینن، ولی این حکومت ها همشون 100 برابر از اسرائیل نسبت به فلسطینی ها دشمن ترن. عملا نگاه به حرفاشون نکن، به هارت و پورتشون نکن، اینها کسایی که به اسرائیل فشار میارن آقا چرا حماس نابود نمیکنه،
چرا غزه به را با خاک خاکی کیلو بشون. میکنه؟ بله چرا این کودکان تیکه پاره من نمیکنه؟ حتی چرا میخوام بهتون بگم آقای نسل اینا را دکتر، بر نمیدازی؟ حتی بله میخوام بگم صهیونیزم عربی بدتر از صهیونیزم آمریکاست، که اسرائیل پایگاه در واقع ایالت 51 آمریکاست. اینطوری میتونیم بهش نگاه کنیم. من فکر میکنم اصلا این عربا بدترن. اسرائیل و آمریکا هیچ تفاوتی با هم نه ندارن. دقیقاً، الان به همه این این چشمی جنایت زیر بیشتر زیر سر آمریکاست. اگه آمریکا پشتشون نباشه اینا. یه قانونی هست توی آمریکا که شرکت هایی که میخوان مالیات بدن میتونن مالیات شرکتشون رو برن به دولت اسرائیل بدن. این یعنی چه؟ یعنی اصلا دیگه، یعنی اینا یه ایالتن، یه کشورن. تمام سیاست الان 70% سیاست گذارای ریاست جمهوری، یعنی حوزه ریاست جمهوری، منظورم همون دولت آمریکا، اینا صهیونیستن. وزیر خزانه، وزیر خزانه خزینه داری داشت، وزیر اقتصادش، وزیر خارجش، همه اینها از همه مهمتر رئیس دفتر بایدن. چون میدونید توی سیاست یا موضع گیری های رئیس جمهور، رئیس دفتر خیلی موثره، بله خیلی موثره. و اینها به هر حال یهودی و صهیونیست، از اون سگ صهیونیست های خیلی دو آتیشه هستن. و به هر حال روزهای خوب برای محور مقاومت، برای مردم خبرهای خوبم خواهد اومد. خب خانم زمانی، من زیاد ایشالله. مزاحم میدونم. آقای دکتر از تشکر برای شکر، یه لحظه بمونید من برنامه رو. دوستان پسند رو فشار بدین، به اشتراک بگذارین، نظرتون رو بنویسین. اشتراک گذاشتن خیلی مهمه. با سپاس از همگی و در پناه حق باشین. خدا نگهدارتون.